نگرانی از کم بودن میزان مشارکت در جریان مبارزات انتخابات ریاست جمهوری ایران برخی نهادها و رسانه های نزدیک به جمهوری اسلامی و چهره های سیاسی در هفته منتهی به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری از میزان مشارکت در آن ابراز نگرانی کردند. بر اساس نتایجی که مؤسسه افکارسنجی وابسته به مرکز پژوهش‌های مجلس نتایج آن را روز شنبه دوی تیر منتشر کرد، نرخ مشارکت قطعی که در بازه 6 تا 9 خرداد 53.14 درصد بود در بازه 29 تا 31 خرداد به 45.5 درصد سخود کرده است. پیش از این مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران ایسپا نیز نتایج نظرسنجی انجام شده در روزهای 29 و 30 خرداد را انتشار داد که شرکت قطعی در انتخابات را 42.5 درصد ذکر کرده بود. این عدد در روزهای 19 و 20 خرداد 44 آن نیز شده است. از سوی دیگر محسن هاشمی فعال سیاسی اصلاح طلب و رئیس پیشین شورای شهر تهران در گفتگو با خبرگزاری مهر از شیوه برگزاری مناظره میان کاندیداها در سیمای جمهوری اسلامی انتقاد کرده است. او در این زمینه گفته است مناظره به این سمت که مشارکت را چندان تحت تاثیر قرار دهد حرکت نکرد. اگر به همین شیوه ادامه یابد فکر نمی کنم چندان مثبت باشد. عباس عبدی دیگر تحلیلگر سیاسی نزدیک به اصلاح طلبان نیز روز یکشنبه سه تیر در گفتگویی از کرده است عده زیادی هنوز در مشارکت مرددند آنان هم که میخواهند شرکت کنند هنوز نمیدانند چه کسی را باید انتخاب کنند او با اشاره به اینکه به بیشتر نظرسنجی ها اعتماد ندارد گفته است در بهترین شرایط و به نظر من امروز میزان مشارکت حدود 50 درصد است این در حالی است که گروه مطالعات افکارسنجی ایرانیان مستقر در هلند اعلام کرد که بر اساس نظرسنجی این گروه بیش از 65 درصد از مردم ایران در این انتخابات شرکت نخواهند کرد. انتخاباتی نشدن فضای جامعه نه تنها در شبکه های اجتماعی باستاب یافته است بلکه بر اساس نظرسنجی ایسپا بیش از 73 درصد شرکت کنندگان مناظره اول نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را ندیدند. تا به حال سه جلسه مناظره میان این شش کاندیدا برگزار شده است و قرار است مناظره چهارم نیز شامگاه دوشنبه چهار تیر با موضوع سیاست خارجی برگزار شود. 520 تن از فرهنگیان ایران روز شنبه با انتشار بیانیه ای اعلام کردند برای دفاع از جمهوریت و بر اساس حقوق شهروندی در انتخابات پیشروی ریاست جمهوری ایران شرکت نمی کنند. مصطفى پور محمدی، محمد باخر قالیباف، مسعود پزشکیان، سعید جلیلی، امیر حسین قاضیزاده هاشمی و علیرضا زاکانی شش نامزد انتخابات این دوره هستند که در پی کشته شدن ابراهیم رئیسی در سانحه سقوط بالگرد به شکل زود هنگام روز هشت تیر برگزار خواهد شد.